خب دوباره برگشت. خب دوباره برگشتیم، دوستان بیاریم بالا. چشم، من یاران رو میارم. کرونا اومد تو اروپا، دیدیم دیگه اینا که اینقدر ادعا میکنن فرهنگ بابا، میگن باور نکردنیه، هر سوپرمارکتی میخوای بری یه پلیس گذاشتن. باورتون میشه؟ درود بر شما عزیز جونم، بفرمایید. قربونتون برم زمین فرده شما جونم، بفرمایید. دوستان صدای ایشون رو میشنوید یا نه؟ چون اینترنت، ببخشید چون اینترنتتون ضعیفه، میخوام ببینم دوستان صدای شما رو میشنون یا نه. شما بفرمایید. مال رفسنجانی هست، مال مرعشیه. خب ببخشید صداشون نمیومد، نه صدا نه تصویر. من دونه دونه دوستان رو دارم میارم عزیز. بفرمایید عزیز، بفرمایید بالا. 20-20 درود بر شما. سلام، خوبی؟ درود بر شما، بفرمایید. شما خوبه؟ سلامت. ممنون، قربونت برم، زنده باشید. تشکر میکنم، واقعا حرف قشنگی میزنی. با اینکه من خودم ایرانی نیستم ولی اونجا بزرگ شدم، واقعا من حرف شما رو گوش میدم. هم تبار افغانستانی هستید؟ بله، من به به من فقط اونجا بزرگ شدم. من به به خودم. الان کجا هستید؟ ایرانی؟ نه، من متاسفانه مجبورشان ترک کنم ایران و الان سوئد زندگی میکنم. آه سوئد، سوئدی. الان سوئد که خیلی وحشتناک شده. اوه بیا و ببین، همه جا غارت شده. اصلا تو مغازه نمیشه رفت، اصلا تو خیابون نمیشه رفت. من شایدم همشوب، ایکا، اینا اصلا دیگه هیچی توش همه نیست. همه جا، یعنی های دوستان هی اسنپ میفرستن ما رو که خیلی وقت تعطیل کرده مدرسه رو. بعدش مدارس تعطیل شد، اصلا نمیدونن چه جوری مقابله کنن. کجای سوئد هستی؟ کجای سوئد هستی؟ من خودم اسکیلسونا هستم. آها، آه نزدیک استکهلم، یک ساعتی استکهلم. یه ساعت. بله. بعدش ما حتی چند هفته پیش بود که چیز بود، اسپورت لوف بود، مامانم اینا رفته بودن انگلیس، میگفت اونجا مثلا یعنی چند وقت پیش بود دیگه، اصلا کرونا نیومده بود، گفت نه ماسک، نه ژل، نه هیچی. تو انگلیس نه ماسک ژل که اصلا الان تو کل قاره اروپا، آمریکا و کانادا اصلا وجود نداره، ولی الان بحث مواد خوراکیه که دیگه وجود بازم وجود نداره. الان برنج و آره ترسیدن موندن چجوری اصلا اینا رو بیان کنترل کنن، اصلا همه ریختن غذا گرفتن، نمیدونم خوراکی ها، دستمال توالت که اصلا پیدا نمیشه. نه اصلا بله اون که اصلا نیست، بعد غذا و اینا نیست. بعد من چند بار نوشتم اونجا، خب همه به من میگن تو افغانی، نمیدونم نمیفهم. بابا من اونجا بودم، من میدونم، بازم دم ایرانیا گرم، یعنی برای همدیگه ارزش قائلن، یعنی میبینن نیست یکی اشتباه میکنه و یکی جبران میکنه، مثلا میبره براشون، مثلا میذاره دم خوناشون، نمیدونم. شنیدم من فامیلم تو قم هست. نه الان شرایط ایران بهتر از همه هست، یعنی الان من دارم آمار میگم، من خدا شاید الان یک ساعت پیش با مادرم و خانواده‌ام میگم همه چی تو مغازه‌ها الان هست، فقط دو سه روز اول ماسک نبوده، اونم الان هست، یعنی حتی الان همون الکل و ماسک و مواد اونا میریم. ایرانیا یه مقدار تو باغ نیستن زیاد حرف. نه ندیدن. من همیشه میگم من میرم ایران، من تابستون من امسال عذاب گرفت، اصلا گریم میگیره، من تابستون نمیتونم برم اونجا. من کشور خودم افغانستانه نبودم راستیتش، بچه بودم رفتم، نگران اونجا نیستم چون همیشه اونجوری بوده از وقتی من، یعنی نمیدونم دیگه از کی بگم. ولی ایران میرم میگم ببین نذارین کشور شما مثل مال ما بشه، مال شما که رأس داره، مال ما نداره. اینجوری شد، اگه میخواین مثل مال ما بشین خب رعایت نکنین، پا
پشت ملی. شما رو بهتون اقامت ندادن تو ایران؟ شما رو بهتون اقامت ندادن تو ایران؟ آره متاسفانه اینجوری شد. اگر الان خدا شاهده، یعنی میخوام راستشو بگید، اگه بهتون الان ایران اقامت بده، شما سوئد رو ترجیح میدی یا ایران؟ اینو جدی واقعا راستشو من اولی بحثم گفتم، من متاسفانه چون شرایط یه جور شد که من اونجا دارم میگم متاسفانه ترک کردم و تا جایی سعی کنم من همه تعطیلاتم اونجا هست، من تابستونا میرم اونجا. خب الان اگه مثلا بهتون بگن که نه شما میتونید برگردید ایران، بهتون هم اقامت میدیم، اگه شرایطش داشته باشید سوئد یا نه من میرم. میره چرا پرسیدم؟ چون خودم سوئد زندگی کردم، یعنی شرایط سوئد رو دیدم، چون سوئد شاید برای خیلی دیگه سوئد باشه، برای منی درست. که برای ماهایی که توش زندگی کردیم حالا به خاطر تو شهری هم که شما همین چقدر قشنگ میگه بابا حرف شما رو بشون بخونم داداشم که اصلا سرسخت، یعنی شما رو داداشم معرفی کرد اول سایت شما رو و لینک شما رو به ما و بابام مثلا هر روز نگاه میکنه، اینجوری شده من گوش میدم میگم چقدر حق حرفایی که من همیشه میذارم، همه به من میگن که مثلا تفانی نمیفهمی تو اینجا فقط مثلا زندگی کردی نمیدون چی جوری ها اینا، حالا خودشون نمیفهمن آخه خودشون واقعا نمیفهمن خودشون، یعنی خیلی واقعا راسته واقعا تک تک. آخه من تعجب میکنم چطور یه آدم اگر واقعا ببینه میتونه مثلا سوئد رو به ایران ترجیح بده، یعنی سوئد رو آخه شما سوئد واقعا یه چیز کاملا الکی و فیکیه دیگه، یعنی شما حتی خونه ها هم لعنتی ها، این شما تو خیابون هم رامیده همه خونه ها شبیه همه، حالا آدم بد میشه واقعا. من میگم، من به دوستان میگم، من خودم چون نقاشی میکشم تابلو میکشم اینا، بعد به دوستان میگم، میگم که ببینین مثلا ایران میرم، میگم شما تابلوی نقاشی دیدین یه عکس رو دیدین، یعنی همین جوریه سوئد، همین جوریه، شاید سرسبز باشه به خاطر آب و هواشه، به خاطر موقعیت اونم که دو ماهه، اونم که ولی اصلا لذت نداره خدا شایده. من اونجا میرفتم مثلا رفتم ایران عکس مقایسه میکنم، شاید مثلا اینجا خیلی سرسبزه و فلان اینا، ولی اصلا میری اصلا روح نداره چجور بگم، یعنی من دقیقاً اون روح رو وجود نه مثل یه ربات میمونه سوئد، یعنی اون روح وجود، اولا که این سرسبزی که از کارت پستالا به تمام دنیا میفروشن، چون شما کارت پستال بخوای تو سوئد بخری همه کارت پستالا سرسبزه، منتها این سرسبزی 60 روز هم نیست، یعنی تو سوئد 2 ماه 3 ماه هم بیشتر سر همش که برفه همش، حالا اون بحثه یه بحثیه، خود جامعه، خود مردم، خود شرایط زندگی. با معلممون تو سوئد بهمون میگفتش که شما خیلی دیگه پررو شدید، ما تا همین 50 سال پیش اینجا سیب زمینی هم نداشتیم بخوریم، واقعا همین اینو مهاجرا باز اومدن برامون آوردن، یه مقدار میوه جات آوردن و اینا، فقط سیب زمینی و ماهی داشتم، واقعا اصلا خنده‌دار بود برام، منم فقط سیب زمینی و ماهی داشتم، الان انقدر خوشحالن مهاجرا اومدن مثلا کمکشون کنن، ولی خب تابستون 2 ماه تابستون دارن، این 2 ماه هم اینجا اصلا میشه شهر هوا، خودتون دیدین دیگه هیچکی نیست، همه فرار میکنن میرن، همه میرن دقیقاً بخاطر دقیقاً هیچکی نیست اصلا، خیابون تابستون میری که مثلا صفا کنی ذره هوا گرمه، میبینی هیچکی نیست، پشه پر نمیزنن، همه گذاشتن رفتن، یعنی الان هم که یه بحرانی که اومده خیلی راحت امروز هم سوئد اعلام کرد که بمونید خونه دعا کنی نمیرید دیگه دقیقاً یعنی الان... نه دعارم که نمیگه، مثلا مدارس رو برداشتم اصلا موندم، خود معلمای ما گفت ما نمیدونیم چی کار کنیم، اجازه هم نداریم خیلی، یعنی نمیدونم چی جوریه، من سیاست خیلی حالیم نیست، اجازه ندارن خیلی بحرانی اینو مثلا تعریف کنن، فقط میگن که سعی کنید دستاتون رو بشورین، از خونه نیاین بیرون، ما اینترنتی بهتون درس ها رو سعی میکنیم بگیم، خودمونم نمیدونیم چی کار کنیم. آخه یعنی مسئله چیه؟ کشور اروپا نیاین. جالبه. آخه سوئد میدونی جالبیش اینه که الان عملا توی مثلا همشوب که شما میری، ایکا میری، لیده میری، عملا دیگه هیچ چیزی نداره، کوب که بالم میشه مثلا، الان فروشگاه کوب که خیلی مثلا میشه پره، الان دیگه برنج و ماکارونی و هیچ اصلا خوراکی وجود نداره، بعد میگم بحرانی نیست، همه چی گل و بلبله، الان عمل هیچ چیزی نیست. اصلا اگه فیلماشو برام من مثلا، من چیز خب من خیلی سیاسی میگم نیستم و نمیدونم اینا، ولی اگه من مثلا برم نشونتون بدن اصلا باورتون نمیشه، مغازه خالی شده اصلا، خودشون نمیدونه چیکار کنه، یا رو مثلا میاد میگه که من میخوام مثلا این خوراکی میخوام اینا، میگه ما خودمونم نمیدونیم کی میاد، ببین بشین هر وقت اومد ببین بگین، خودشونم نمیدونن بابا. سوئد سال دو سال پیش هوا خیلی گرم شده بود تو سوئد، توی تا اون 2 ماه حساب تابستون من رفتم دوتا کاخ، میدونی خونه تو سوئد دیگه کولر نداره دیگه، یعنی کولر وجود نداره، من رفتم کولر بخرم، کلاس الفون رفتم و چند جا دیگه رفتم، نتونت رفتم، همشون گفتن که
ما الان کولر نداریم، سفارش بده سال دیگه برات میاری. همینه وضعیت. مثلا ببینین شما اینا اینجوری خب وضعیتشون، مثلا بیمارستانشون یه جا دیدم داشتی میگفتین برنامه تو میگفتین که آره اینجا وقتی مریضین یه ماه دیگه یه سال دیگه نوبت تازه میاد. دقیقا همینه. من اینجا اومدم حالم بد شد، حالش پیدا کرده بودم، رفتم گفت برو برات نوبت میفرستیم. خب 6 ماه بعد نوبتش اومد. اون موقع رفتم علائم نبود، میگفت برای چی اومدیم؟ گفتم برای این که برای من خودتون رو بعد این موقع فرستادین. یعنی همش همینه، میندازه برای سال بعد. اون موقع دیگه یا یادت میره یا لازم نداری یا اصلا منصرف. برای هم میگن سیستم پزشکی رایگانه. ببخشید از من نمیگه شما حتی کارگری تو اون کشور کنی چقدر دارین مالیاتون؟ نه ببینید رایگان نی اینجا، مثلا شما میرین خب یه سال میرین، اونم باید به حد نصاب برسه. اندازه یه سال شما مثلا هر دفعه میرین مثلا در حدی ویزیت وارد مثلا ویزیت میدین و اینا، خیلی ویزیت های سنگی، بعد اونا رو حساب میکنه، بعد یه کارتی به شما میده. اندازه یه سالی دیگه شما مثلا رایگان میتونین ویزیت بشین. برای دارو اینا که اصلا خبری نیست. حالا الان که بحران هم که شده که دیگه همون هم انجام نمیدن. نه نمیدن. گفتن اصلا از خوناتون نیاین بیرون. گفتن به ور سنترال، مثلا ور سنترال ها رو گفته ما اجازه نداریم. مثلا بستن. همون ور سنترال قبل از بحران چیکار میکرد برای آدم که حالا الان به خود بکنه؟ نه نمیکنم. من نمیخوام ناشکر باشم کشوری که هستم اینا، ولی مثلا میخوام مقایسه، بخوام مقایسه کنیم اینا. اینجوریه دیگه، ما شرایط پیش اومد مجبور شدیم بیایم اینجا بمونیم به خاطر خانواده، به خاطر خودمون، ولی خسته کننده است، خیلی خسته کننده است. و افسرده کننده. خود مردم هایی ببینه اصلا حال ندارن صحبت کنن با هم دیگه، اصلا نمیدونن چی بگن، انقدر دیپرس و افسرده. بعدها خیلی لطف کردید مایید بالا. چون خوبه این صحبت ها وقتی که برام جالبه که اول فقط من میگفتم همه میدونستن ها، ولی هیچکی حاضر نبود با خودشم کنار بیاد این حقایق. بعد که من گفتم بعد دیگه همه دارن دیگه یواش یواش میگن و این خیلی خوبه که یه تصویر درستی به مردم داخل ایران و افغانستان اینو بدین. نه واقعا من همیشه میگم شما به قدر هم بدین. درسته دولت یه ذره مثلا اشتباه میکنه، ملت یه ذره ناراضیه، ولی قانون همینجور که شما میگن قانون قانونه، باید احترام گذاشت بشه. حالا هر چی باشه، بیمارستان میگه سر باز نیاد چادر بپوش، قانونه. حالا به قول شما به اسلام کاری نداریم، ولی قانونه. چه رعایت خود مردم رعایت اونم درست بپوش. میشه اونم با مرور زمان درست میشه. اینکه آدم همه چی رو بخواد چنج کنه، بعد یه دنیای فیک غرب رو بخواد ترجیح بده، اینش من مشکل دارم. در حال لطف دارید، خیلی ممنون. باید بیان ببینن، واقعا شاکر هم باشن، هم که مثلا گریه آدم الان گریهش میگیره وقتی میبینه مردم قشنگ به هم دیگه ماسک، مثلا تو خیابون باید مثل ماسک به هم میده. اینجا همچین چیزی دیدی شاید؟ حالا شما والا ما تو جنگ ایران و عرب این بسیجی ها اینا بالا هم میشنن ماسک صورتشون رو میدارن به هم دیگه، ولی بعدش ماسک صورتشون رو میدارن به هم دیگه، ولی الان چیزه، ولی الان توی اروپا میبینیم سر دستمال کاغذی کتک کاری میکنن. اصلا باور نکردنی. اصلا من میگم مردم باید، یعنی و مردم ایران قلب مهربونی دارن، این خوبه. یعنی اصلا اون مامانه که مثلا یه کلیپ در اومد مادر پاش شده رفته اونجا رو تمیز میکنه، مردم خودشون هم کاری میکنن برای هم دیگه، مثلا قوم میگن که قوم اینه قشنگ من فامیلم اونجاست، دخترم اونجاست، میگفت دم در میارن ماسک تحویل میدن، حالا به صورت شناس یا ناشناس هرچی، یعنی کار اینجوری به هم دیگه. ولی اینجا اصلا همچین چیزی میبینین؟ من که ندیدم. خودش ما از لندن فامیلم زنگ زده میگه که تو رو خدا برین دستمال کاغذ بگیرین، اینجا اصلا دستمال کاغذی رو میخوایم بریم بگیریم مثلا میشمار خانوار میده یه بسته، اجازه نداری بیشتر. الانم که نیست، این مال چند هفته پیش بود، الان که اصلا میگه نیست. شما باید تنها توی 6 نفر، من آخرین خبری که خوندم 6 نفر بودن فوت شدن، درسته؟
فکر کنم بیشتره، ولی گفتن که دیگه اجازه نداریم مثلا چیز کنیم، اطلاعات بدیم و اینا. اطلاعات آره همون اما آمار سختی ذره برام فارسی خواهش میکنم. گفتنش که آره دیگه اینجوریه، نمیخوان چیز کنن و اینا رو کنن. گفتن ما دیگه فقط مردم خودشون مواظب باشن، همین تموم. یعنی چی جوری نمیدونم دیگه. باید دعا کنم مالیات هایی هم که دادن و بیمارستان رایگان اینا هم که همه کشته. نه نه اصلا گفتن اجازه ندارین بیاین، گفتن در هیچ صورت اجازه ندارین بیاین، فقط اونایی که خیلی مثلا اورژانسیه که بیان. اونم تو اورژانس خود تو میدونی چقدر میمونه دیگه، یعنی یه نفر بره تو اورژانس دیگه سالم برگرده. دیگه همه میدونن تو سوئد، خود سوئدی هم میگن، یعنی قشنگ معلم هم همه میگن، استادام و اینا میگه که اصلا آدم بهتر اورژانس نره، یعنی زنگ بزنه بپرسه چی کار کنه، بهتر اینه که بره تو اورژانس بمونه چون برنامه خیلی لطف کردید اومدید، دستتون درد نکنه اومدید بالا. من این لایو رو قطع میکنم، یه تلفن دارم زنگ میزنم دوباره برمیگردم. قربونتون برم، زنده باشید، لطف کردید، فدای شما.